سلام دوستان، با مجموعه دیگه از برنامه‌های فردای ما با شما هستیم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. آیا تا حالا به این سوال فکر کردین که بزرگترین و مهمترین خطر توی زندگی چی میتونه باشه؟ نورمن وینسنت پیل به این سوال اینطور جواب داده: مهمترین خطر زندگی خطر نکردن است. فردی که خطر نکند چیزی انجام نمیدهد، چیزی ندارد، چیزی نیست و چیزی نمیشود. برای دوستان، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ و اهداف بزرگمون و برای کشف ساحل‌های نو، قبل از هر چیز باید دل به دریا بزنیم. توقف ما درست از همون جای شروع میشه که خطر کردن، ریسک پذیرفتن و نو شدن رو کنار بزنیم. برنامه امروزمون رو با آرزوی فرصت‌های جدید و موفقیت و پیروزی برای همه شما شروع می‌کنیم. درود و دست مریضات به جوانها و مردم تنندش، کرمانشاه و سایر شهرهای کردستان که بانه رو تنها نگذاشتن. به دنبال اعتراضات گسترده مردم بانه به خاطر قتل وحشیانه کولبران، شهرهای دیگه هم در همبستگی با اونها تجمع و اعتصاب کردن. هرچند که رژیم در شهرها و نقاط مختلف سعی کرد که با چیدن نیروهای سرکوبگر و ایجاد جو امنیتی مانع گسترده شدن و دنباله‌دار شدن اعتراضات بشه، اما صدای اتحاد مردم بلندتر. بخش دیگه از این حمایت‌ها مربوط میشه به فضای مجازی. کاربران مختلف علاوه بر به اشتراک گذاشتن و انعکاس خبرها و تصاویر این اعتراضات، مطالب، کاریکاتورها و دلنوشته‌هایی رو در حمایت از این اعتراضات منتشر کردن. بخشی از اونها مربوط میشه به قارت شفابول پاسداران و مهره‌های حکومتی که باعث ایجاد چنین اختلاف طبقاتی و فقر در جامعه شدن که عده‌ای وادار به کولبری میشن. کاربری نوشته: حق شلیک با گلوله‌های جنگی به کولبرها ندارید در کشوری که فساد اقتصادی و اختلاس و قاچاق کار هر روز آقازاده هاست. دوست دیگه با انتشار عکس‌هایی از ماشین‌های قاچاق شده توسط سپاه در کنار عکس‌هایی از کولبران به این موضوع اعتراض کرده و نوشته: یک طرف کولبرهایی که برای لقمه نان جان می‌دهند، یک طرف قاتلین کولبرها که 130 هزار ماشین مدل بالا قاچاق می‌کنند. و دوست دیگه با انتشار کاریکاتوری به وعده‌های آخوند روحانی اشاره کرده و نوشته: یکی از وعده های آخوند روحانی بیمه کردن کولبران بود. دیدیم که چطور بیمه شدند. دانش آموز های شیناباد سال 91 سوختن. حالا اونها نوجوان هایی هستن که خیلی از امیدها و آرزوهاشون رو هم توی همون شعله ها جا گذاشتن. فاجعه بارتر این که باز هم همونطور که انتظار می رفت، وعده های آخوندها تو خالی از آب در اومد و تجهیزاتی که برای درمانشون نیاز هست تهیه نمیشه. رئیس تیم درمانی این دانش آموزها گفته: تجربه بالایی میطلبد تا پزشک بتواند با این تجهیزات پیش پا افتاده کارایی لازم را داشته باشد. چندین بار به معاونت درمان و وزیر در این باره درخواست دادیم، اما هنوز این تجهیزات مهیا نشده است و ما همچنان با دستگاه‌های قدیمی اعمال جراحی را روی این بچه‌ها انجام می‌دهیم. طبق اعتراف همین مهره حکومتی، دانش آموزهای درودزن هم 11 سال پیش دچار مشکل مشابهی شدند.
اما در هیچ کدوم از این موارد حمایت ها اونطور که باید و شاید انجام نمیشه. در شرایطی از این خبرها صحبت میکنیم که دانش آموزهای هرمزگانی هم روزهای سختی رو میگذرونن. دانش آموزهایی که با قطع نخا، قطع عضو و آسیبهای شدیدی روبرو هستن. هرچند که این روزها رژیم تلاش میکنه تبلیغ کنه که اونها تحت درمان و رسیدگی هستن، اما در حکومت دزدان و قاتلان معلوم نیست وقتی که آبها از آسیاب افتاد چند وقت دیگه این دانش آموزها هم فراموش میشه. مثل بچه های 11 سال پیش فراموش نشید.